سلام آقا، السلام عليكم ورحمة الله. خويا ممنون، تشكر. عزيزم، مخلص شما هست. آقا صدا یکم ضعیفه، اگر یکم بلندتر یا سلامت باشید. آقا بنده خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و امیدوارم تا تو عباداتشون مورد قبولی در باعث تایلان قرار بگیره. ان شاء الله. امشب هم توفیق داریم لحظاتی رو در محضر مبارک قرآن باشیم. الحمد لله. باز هم از حضرت عالی تشکر کنم که مخلص شما هستم. زحمت این ارتباط تصویری رو کشیدید و امیدوارم مأجور باشید. ادای شما باشم، به دعای شما باشم. زهرا بسیار ازشون سپاسگزارم که زحمت کشیدن. واقعا یکی از حیاتی است که واقعا میشه گفت اون حدیث انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی تجلی پیدا کرد. الحمدلله به دعای شما هست. که مدعاها و ذاکرین اهل بیت، مناقب اهل بیت رو میگن، در کنارش حتما از قراء خوب قرآن هم بهره میبرن. انشاءالله که موفق باشن همه گه عزیزان. حالا من این مقدمه رو گفتم، فکر میکنم اگر فرصت دارم حاج حسین عزیزم، من این دکتری دیگه هم عرض کنم خدمت عزیزم. بله حاج آقا بفرمایید، شما صاحب اختیارید. امروز تو برنامه تلویزیونی تو اخبار دیدم که در مورد این دستور امام معظم رهبری که به جناب آقای قرائتی داده شد که همت بیشتری نسبت به مباحث قرآنی و مباحث تفسیری و قرآن جامعه ایران باید داشته باشه، خواستم حاشیه‌ای بزنم که واقعا شاید یکی از درد دلهای ما بوده که در خیلی از جلسات مذهبی و دینی حضور پیدا میکردیم، ولی شاید اون سخنران، اون خطیب که من واقعا برای همشون احترام قائلم، دست همشون میبوسم، شاید استنادش به آیات قرآن خیلی کم بوده و خلأش ایجاد احساس میشد. یا طور دیگه عرض کنم، در حیات ما کمتر میبینیم قرآن تلاوت بشه، حتی با اینکه تأکیدات مقام معظم رهبری حفظهم الله بوده، ولی این رو ما کمتر میبینیم. یا حتی من این مثال ساده تر و خودمونی تر بخوام بزنم، در ایام محرم که حیات مشغول عزاداری هستن، ما میبینیم بنرها در سراسر شهر، در استانهای مختلف، مراکز استانها، شهرستانها زده میشه، در خیابانها و تبلیغات مراسم ها عزاداری است. میبینیم در روی بنر نوشته شده سخنران فلان مثلا شخص یا مداح فلان شخص، اسمی از قرآن که در اینجا، یعنی حضرت امام حسین برای تجلی معارف قرآن قیام کردن که امر معروف هم یکی از اون هاست. همه هدف که ما برسیم به چی؟ به معارف قرآن. بعد از رسیدن اون به عمل به اون، ما از که ببینیم همین حرکات و همین اتفاقات نمیفته و شاید یک قاری قرآن علاوه بر این که باید اذعان کنیم اتفاقات خوبی در کشور عزیزمون افتاده در رابطه با مباحث قرآن، اون افقی که باید بهش برسیم، میبینیم در یک مراسم شاید یک قاری قرآن برای شروع مجلس یا مباحث ابتدایی مجلس که خیلی شاید بروز و ظهور نداشته باشه ازش بهره گرفته میشه. و امیدوارم این حرفای حقیر عنوان یک عضو کوچک جامعه قرآنی رو عزیزان کمی جدی بگیرن و شاهد این باشیم که هم تو تبلیغات که خیلی مهمه، هم از قراء خوشخوان
کسانی که قرآن رو زیبا میخونن در حیات استفاده بشه در گل مجلس، نه اینکه شروع مجلس به عنوان یک کاری که بالاخره یک وظیفه است که باید انجام بشه اما اینطور نباشه. یعنی حتما قرآن در بهترین جای جلسه در بهترین زمان تلاوت بشه و مردم لذت ببرن. و نکته دیگه هم که باید عرض کنم این که بعضی وقتا ما باز عرض میکنم حاج حسین عزیزم، من عضو کوچه که جامعه قرآنی هستم، من نمیخوام نصیحت و توصیه‌ای داشته باشم، در دل هم بگید نجوایی بزرگوار در وصیت‌نامه حضرت امام اومده که این که کسی بگه قرآن رو شما نمیفهمین نخون و باید قرآن رو بفهمی، این صحبت شیطانه، صحبت شیطانیست و قرآن رو حقیقتا همینه نص آیه قرآن که میفهمید فقرآن و مات السلام من القرآن، یعنی قرآن رو بخونید. میدونست اونجا بگه فتلو مات السلام من القرآن، میدونید که فرق قرائت و تلاوت اینه که قرائت یعنی خوندن، اما تلاوت این مرحله بالاتر، یعنی خوندن و فهمیدن و درک کردن معانی قرآن. پس قرآن اینجا میفهمد فقرآن، یعنی ما از خوندن قرآن با شواش معنوس بودن با اون بیمه قرآن میشیم، وجودمون قرآنی میشه، زندگیمون قرآنی میشه، با نواهای قرآنی گوشمون اگر نوازش داده بشه زندگیمون قرآنی میشه. و همینطور که فهم کنم حضرت امام صادق علیه السلام که میفهمد قرآن و هو شاب و مؤمن اختلط القرآن به لحمه و دمه، این جوانی که مؤمنه و قرآن رو میخونه میخونه، نمیگه تلاوت میکنه، میگه میخونه، قرآن با گوشت و خونش آمیخته میشه. پس بریم از این ماه مبارک رمضان که ماه قرآنه، نهار قرآنه، بهره کافی و وافی رو ببریم و ارتباطمون رو با قرآن و آیات کریمه قرآن بیشتر کنیم و خودمون رو همه طور بیمه هایی کردیم، بیم یه دفعه بیمه قرآن کنیم. اول به خودم عرض میکنم انشاءالله که خداوند متعال عنایت کنه، همطور که قرآن رو در وهله اول انشاءالله عمل کننده و اون هم باشه. من بیشتر از این تشکر میکنم، اگر مطلبی از در خدمتتون هستم فدا شما بشم. از جا استفاده کردیم، با امید خدا که همینجور میشه، سعی تلاش دوستان و ما خودمون همینه که انشاءالله بتونیم استفاده کنیم. حضور شما برکت داره برای ما، خدا خیرتون بده، انشاءالله همیشه سالم و سرحال. من ببخشید که کلامتون رو قطع کردم، واقعا درخواست صمیمه به برادرانم، به عزیزانم، به کسانی که خادمان اهل بیت و قرآن هستن، دست تک تکشون رو میبوسم و خواهشم اینه که این ارتباط، یعنی ما هر وقت صحبت از قرآن میشه میگیم در کشورهای دیگه یک عده قرآن رو متوسل شدن، صحبت از کشور ما میشه میگن اینجا بیشتر به اهل بیت متوسل شدیم و دوست نداریم اتفاق بیفته، دوست نداریم جزء این دسته باشیم که قرآن ازشون شکایت میکنه، میگه وقال رسول و یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن رو مهجور نگیریم، واقعا بریم یک ارتباطی برقرار کنیم. قرآن مادامی که قرآن باشه، ارتباط باشه با این ثقل اکبر، آرامش در آرامشیم، تسکین روح و دل داریم. خیلی از مباحثی که در کشور داره اتفاق میفته، مباحث اجتماعی، به خاطر دوری از قرآنه. من حقیقتا میگم کاش که دیگر مسئولین ما هم به تأسی از مقام معظم رهبری که بسیار چون زوب در قرآنه قدم برمی داشتن در این راستا. من خیلی وقتا میبینم صحبت هایی میشه در رسانه یک مدیر ما، یک شخصیتی که خیلی از مردم تو سیاست گذاری های نظام دل به اون بستن، یعنی یک تصمیم میگیره که چقدر تأثیر گذاره تو تک تک زندگی های ما، خانواده های ما و جامعه ما، جامعه کلان ما، جامعه عزیز ایران. و من میبینی این برگرفته از معارف قرآن نیست. وقتی مطلبی رو در تلویزیون در یک رسانه میگه تو ظرف قرآن میذاری، میبینی اصلا این خیلی فاصله داره از معارف قرآن، اصلا تو ظرف قرآن عراض نیست، جواب نمیده. انشالله که
با این ارتباط و این اتفاقی که با این دستوری که من آماده زمن حوالی دادم و عزیزانی که بالاخره در این راستا دارن زحمت میکشن فعالیت هایی میکنن به این سمت و سو حرکت کنیم که یک بالانسی داشته باشیم حقیقتا بین قرآن و مجالس اهل بیت. و از خطبا و خطیبان عزیز و مدعیان خواهش میکنم درخواست میکنم تمنا میکنم که خیلی بیشتر با قرآن ارتباط داشته باشن و استنادشون بیشتر از قرآن باشه و تفاصیل و قرآن و معارف قرآن باشه. انشاءالله استفاده کردم. آجا قبل از اینکه تلاوت کنی یه موضوع دیگه من خدمتتون بگم، یه خواهشی داشتم ازتون. با توجه به این وضع بیماری و اینا که پیش اومده، خب الان خیلی جاها رو باز کردن و جامعه مذهبی الان پیگیر، دوستان ما خیلی هاشون یه حالا پویشی رو تشکیل دادن که یه اتفاق بیفته و بشه انشالله مکانهای مذهبی، مساجد مخصوصا تو این ماه رمضان، حالا حرم ها انشالله بازگشایی بشه. گفتم که شما حالا اگر صحبتی رو این قضیه هست و بتونیم یه تلاش رو بکنیم با توجه با جایگاه حضرت عالی که انشالله این اتفاق هر چه زودتر بیفته. منم تایید میکنم با لحاظ بالاخره همین مواردی که عزیزان و مسئولین زیربط فرمودن و با مراعات، من فکر میکنم بد نیست که این هر چیز زودتر اتفاق بیفته و مساجد و اماکن مذهبی باز بشه و مردم ما تا الان که دیدید به نحو احسن همکاری کردن، واقعا دل دادن همکاری کردن با مسئولین و این اتفاقات مبارک هم افتاده و داره انشالله از کشور ما دور میشه، ولی فکر میکنم هر چیز زودتر این اتفاق بیفته ثمره ما و بهره ما از ماه مبارک رمضان هم بیشتر خواهد. انشاءالله من در خدمتتون هستم. سلام بزرگوار. یا علی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتي
يا بديا قال
ماشاءالله
Thank you.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الله يخاف صدق الله الله القرآن العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اي حلو والله اي والله ما شاء الله. ان طولانيه قربون نفسك عزيزم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دوز عزيزم يعني اين انت لطف مثلا كردي من استفاده كردم الوالدين من حالتون حقيقي عزيزم يعني. واقعا محتاجه بدعاء هستم. ان شاء الله سالم باشید، نفستون همیشه گرم باشه، ان شاء الله سر حال سالهای سال ان شاء الله بخونید و ما از نفستون استفاده کنیم. قربونتون هیئت عزیز شما، بزرگواران، خادمین هیئت شما، انشالله که مأجور باشید. این به برکت وجود شماست، واقعا این لطف خداست، این لحظات و این توفیقی که نصیب حقیر شد و نصیب حضرت عالی شد و دیگر عزیزان، واقعا لطف خدا نیست، جز عنایت الهی نیست. حتما همین، از همینجا دعا میکنم سلامتی همه این عزیزانی که بالاخره درگیر مریضی کرونا هستن، و از همه عزیزان هم خواهش هم اینه که دعا کنم هر چیزی در شفا بگیرن و برگردن به آغوش خانواده‌هاشون، آغوش خانواده‌هاشون، و ما هم در خدمت عزیزان هستیم. خیلی ممنون عزیز من، استفاده کردم، خدا خیرتون بده، دورتون میگردم، زحمت کشید، سلامت باشید، التماس دارم، خدا حافظ.